سلام، احمد ثقفی هستم. در این برنامه میخوام شما رو با زبون VHDL آشنا بکنم. در یکی از برنامه های قبلی اطلاعات اولیه راجع به زبون VHDL به دست آوردید. در این برنامه در مورد زبون VHDL، ساختار و امکاناتی که این زبون در اختیار ما قرار میده برای شما بیشتر صحبت میکنم. یک زبون توصیف سخت افزاری یا HDL در واقع ابزاری است برای اینکه شما یک مدار دیجیتالی رو توصیف بکنید و به وسیله اون این مدار رو به نرم افزار مخصوص پیاده سازی معرفی بکنید. مثلا نرم افزار پیاده سازی شرکت زایلینکس که ISE نام داره. به کمک یک زبون HDL مثل VHDL یا وریلاگ میتونید انواع مختلف سخت افزارهای دیجیتال رو برای پیاده سازی با FPGA توصیف بکنید. به این نکته هم توجه داشته باشید که مفاهیم و اصولی که در هر دو زبان VHDL و وریلاگ به کار میرن یکسانن و فقط سینتکس های اونها متفاوتن. خیلی مهم هست که شما قبل از اینکه شروع به کد نویسی با یکی از زبان‌های HDL بکنید و البته همیشه در هنگام اینکه در حال کد نویسی هم هستید، ذهنیت صحیحی در مورد کاری که دارید انجام میدید داشته باشید. همطور که در برنامه FPGA چیست توضیح دادم، ماهیت و ساختار FPGA نسبت به پردازنده ها کاملا متفاوته. بنابراین در هنگامی که با FPGA کار میکنید و برای اون کد HDL مینویسید، باید همواره به این تفاوت توجه داشته باشید. به این موضوع دقت بکنید که وقتی در حال کد نویسی هستید، شما در حال توصیف یک مدار دیجیتال هستید. به عبارت دیگه، شما یک برنامه نرم افزاری نمینویسید. از طرف دیگه، یک زبون HDL دارای ساختارهایی برای توصیف یک سخت افزار دیجیتاله، نه دستوراتی برای نوشتن یک برنامه نرم افزاری. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، دستورات مربوط به CPU هستند. اما وقتی که شما با FPGA کار میکنین و قبل از پیکره بندی اون، FPGA هیچ سخت افزار مشخصی رو ارائه نمیکنه و فقط شامل دریایی از منابع دیجیتالی مثل LUT ها و SIM هاست. پیشنهاد من به شما اینه که برای شروع و در هنگام کد نویسی برای FPGA همواره یک مدار دیجیتال رو تصور بکنید و خط به خط کدی رو که می‌نویسید در ذهنتون تصور بکنید که این خطوط چه سخت افزار دیجیتالی رو توصیف می‌کنه. به این ترتیب به مرور ذهن شما عادت می‌کنه تا به راحتی بتونه برای سخت افزارهای مختلف کد مناسب رو پیدا بکنه. از درس مدار منطقی حتما یادتون هستش که مدارات منطقی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. یکی مدارات ترکیبی هستن و دیگری مدارات ترتیبی. مدارات ترکیبی مداراتی هستن که خروجیشون در هر لحظه از زمان به ورودی همون لحظه بستگی داره. مثالایی از مدارات ترکیبی مثل مالتیپلکسرها، دی مالتیپلکسرها، دیکودرها، انکودرها هستن. اما مدارات ترتیبی برخلاف مدارات ترکیبی خروجیشون در هر لحظه از زمان به جز اینکه به ورودی‌های همون لحظه بستگی داره، به ورودی‌های لحظات قبل هم بستگی داره. همینجا میتونیم حدس بزنیم که در مدارات ترتیبی حتما عنصر حافظه وجود داره، به دلیل اینکه قراره که خروجی‌های هر لحظه رو به کمک ورودی‌های همون لحظه و ورودی‌های لحظات قبل محاسبه بکنه. بنابراین نیاز داره که درون خودش حافظه داشته باشه. شمارنده‌ها و شیف رجیسترها مثال‌های معروف و ساده‌ای از مدارات ترتیبی هستند. خود مدارات ترتیبی به دو گروه سنکرون و آسنکرون طبقه بندی میشن. مدارات ترتیبی سنکرون مداراتی هستند که اثر ورودی همزمان با یک سیگنال خارجی به خروجی منتقل میشه که به اون سیگنال خارجی کلاک میگیم در اصطلاح. اما در مدارات آسنکرون اثر ورودی بدون در نظر گرفتن کلاک به خروجی منتقل میشه. یک زبون HDL از جمله VHDL و وریلاگ به شما این قابلیت و امکان رو میده که هر کدوم از این نوع مدارات منطقی رو بتونید به راحتی طراحی بکنید. خب اجازه بدید حالا یه مقدار بیشتر راجع به ساختار کد VHDL و قابلیت‌هایی که داره با هم صحبت بکنیم. همطور که در یکی از برنامه‌های قبلی اشاره کردم، هر کد VHDL به طور کلی از دو بخش اصلی تشکیل شده. یکی بخش انتیتی هستش که توی اون پورت‌های ورود خروجی رو تعریف می‌کنیم و دیگری بخش آرکیتکچر که اصل مدار رو توی اون توصیف می‌کنه. حالا بیاید ساختار انتیتی رو بیشتر بهش دقت بکنیم. ساختار انتیتی که تنها وظیفه‌اش تعریف پورت‌های ورودی خروجی هست با کلمه کلیدی انتیتی شروع میشه، بعد از اون اسم انتیتی هست که اینجا من اسم انتیتی رو ادر گذاشتم، بعد کلمه کلیدی ایز، کلمه کلیدی پورت و بین دو تا پرانتز پورت‌های ورودی خروجی رو مشخص می‌کنیم و بعد از اون کلمه کلیدی اند و اسم انتیتی است.
برای اینکه پورت ها رو مشخص بکنیم، به ازای هر پورت سه مورد رو باید مشخص بکنیم. اول اسم پورت ها هست که در ستون اول مشخص شده. بعد از قرار دادن یک علامت دو نقطه، شما باید مشخص بکنید که پورتتون ورودی هست، خروجی هست یا بای دایرکشنال هستش، که در اصطلاح VHDL به این میگن مود پورت. بعد از اون باید نوع یا تایپ پورت رو مشخص بکنید که من در اینجا از تایپ بیت استفاده کردم. پورتی که تایپش بیت باشه میتونه دو مقدار 0 یا 1 رو به خودش اختصاص بده. اما همینجا دقت کنید که این تایپ رو فقط برای آشنایی شما آوردم و در عمل از این تایپ استفاده نمی‌کنیم، چون تایپ بیت قابل سنتز شدن نیست. تایپی که به جای تایپ بیت برای پورتی که تک بیتی باشه استفاده می‌کنیم در عمل تایپ استدی لاجیک هست. یک مقدار هم با ساختار آرکیتکچر آشنا بشیم. در ساختار آرکیتکچر سه ناحیه وجود داره. ناحیه‌ای که توش سیگنال‌ها و ماژول‌ها رو تعریف می‌کنیم، ناحیه‌ای که برای توصیف مدار ترکیبی استفاده می‌کنیم که بهش میگن ناحیه کانکورنت، و ناحیه‌ای که برای تعریف مدارات ترتیبی استفاده می‌کنیم که بهش میگن ناحیه سکوئنشیال. ساختار آرکیتکچر با کلمه کلیدی آرکیتکچر شروع میشه، بعد اسم آرکیتکچر که اینجا بیهیویرال گذاشتیم، کلمه کلیدی آف، اسم انتیتیمون که ادر بود و کلمه کلیدی ایز. همونطور که گفتم سه ناحیه در ساختار آرکیتکچر وجود داره. اولین ناحیه که قبل از کلمه کلیدی بیگین قرار داره، ناحیه تعریف سیگنال ها و ماجول ها هست که بهش میگیم ناحیه دکلریشن. بعد از بیگین آرکیتکچر تا انتهای آرکیتکچر که با کلمه کلیدی اند آرکیتکچر تموم میشه، اسمش ناحیه کانکورنت هست، که همونطور که گفتم در این ناحیه شما میتونید مدارات منطقی ترکیبی رو تعریف بکنید. اگر قرار باشه که مدارات ترتیبی هم توصیف بکنیم، میتونیم در دل ناحیه کانکورنت از ساختار پروسس استفاده بکنیم، که خود ساختار پروسس داره کلمه کلیدی بیگین هست، و از کلمه کلیدی بیگین پروسس تا انتهای پروسس که با کلمه کلیدی اند پروسس تموم میشه، ساختار سکوئنشیال هست که ما در اون مدارات ترتیبی رو تعریف میکنیم. همینجا این نکته رو بدونید که عمده مدار ما در همین قسمت سکوئنشیال یا ترتیبی تعریف خواهد شد. خب حالا از این سه ناحیه که گفتم، اجازه بدید در این برنامه بیشتر با ناحیه کانکورنت آشنا بشیم. قبل از اون در مورد VHDL چند نکته رو توجه داشته باشید. در VHDL برای اینکه یک سیگنال یا ترکیبی از سیگنال ها رو به یک سیگنال دیگه ارجاع بدیم، از علامت کوچکتر مساوی استفاده میکنیم. به این علامت اصطلاحا میگیم علامت ارجاع یا سیگنال اساینمنت. شما در این مثالی که اینجا نوشتم میبینید که دو تا رجیستر B و C رو با هم اند کردیم و به رجیستر A ارجاع دادیم یا اساینش کردیم. در اصطلاح زبان VHDL به پورت ها و رجیستر هایی که توسط پیاده ساز تعریف میشه سیگنال گفته میشه. بنابراین هر جا من کلمه سیگنال رو به کار بردم، میتونه به معنای یک پورت یا به معنای رجیستری باشه که توسط پیاده ساز طراحی شده. مهمترین قانون در محیط کانکورنت این هستش که یک عبارت ارجاع فقط زمانی ارزیابی میشه یا اعمال میشه که یکی از سیگنال های سمت راست اون تغییر بکنه. مثلا در عبارت B and C ارجاع شده به A، این عبارت زمانی فقط ارزیابی میشه، زمانی اعمال میشه که یکی از سیگنال های B یا C تغییر بکنه. در عمل هم اگر شما یک مدار رو تصور بکنید که یک گیت AND هست که دو ورودی B و C داره و خروجی اون A هست، A فقط زمانی تغییر میکنه که B یا C تغییر بکنه. از این صحبت این نتیجه گیری رو میتونیم بکنیم که در محیط کانکورنت محل قرارگیری خطوط کد نسبت به همدیگه اولویتی ندارن. این موضوع رو در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. یه اصطلاح دیگر رو هم در اینجا باهاش آشنا بشیم و اون اصطلاح ایونت هست. در زبان VHDL اصطلاحاً وقتی که یک سیگنال مقدارش تغییر کنه، میگن که روی اون سیگنال یک ایونت رخ داده. با این اصطلاح اگر بخوایم قانون محیط کانکورنت رو یک بار دیگه تکرار بکنیم، این هستش که یک عبارت اساینمنت فقط زمانی ارزیابی یا اعمال میشه که روی یکی از سیگنال های سمت راستش یک ایونت رخ داده باشه. خب اجازه بدید در محیط نرم افزار ISE یک مقدار بیشتر محیط کانکورنت رو بررسی بکنیم. در اینجا شما همون مثال ادر رو که در برنامه قبلی با هم راجع به صحبت کردیم میبینید.
در قسمت اول انتیتی رو تعریف کردیم که بخش‌های مختلف انتیتی رو در چند اسلاید قبلی بهتون توضیح دادم. این قسمت هم بخش آرکیتکچر هستش که دو خروجی سام و کری اوت یا همون سی اوت رو اینجا تعریف کردیم. برای سادگی من این دو بخش رو فعلا پاک می‌کنم و این دو عبارت رو قرار میدم. سیگنال B و C رو با هم اند میکنم و به A اساین میکنم و بعد از اون سیگنال A رو به D اساین میکنم. در محیط کانکارنت همونطور که گفتم هر کدوم از این خطوط اساینمنت فقط زمانی ارزیابی میشن و اعمال میشن که روی یکی از سیگنال های سمت راستشون یک ایونت رخ بده. یعنی اگر B یا C تغییر بکنه این سطر اعمال میشه و مقدار A آپدیت میشه و در این سطح اگر مقدار A تغییر بکنه این سطح ارزیابی میشه و مقدار D عوض میشه. حالا اگر به نحوی مقدار B یا C تغییر بکنه مقدار A تغییر خواهد کرد و بعد از اینکه مقدار A تغییر بکنه چون A سمت راست این اساینمنت هست این اساینمنت هم ارزیابی میشه و در نتیجه مقدار D تغییر میکنه. حالا اگر من این خط رو از اینجا جابجا بکنم و قبل از این منتقل بکنم به نظر شما آیا تغییری در عمل کرده این مدار حاصل میشه یا نه؟ خب همونطور که گفتم در محیط کانکارنت که بعد از بیگین آرکیتکچر رو تا انتهای آرکیتکچر بهش میگیم محیط کانکارنت، محل قرار گرفتن خطوط ارزیابی نسبت به هم اولویتی ندارن. یعنی اینکه شما کدومی که از این خطوط رو ابتدای کد بنویسید و کدوم یک رو آخر کد بنویسید هیچ تفاوتی نداره. این درست برعکس یک زبان برنامه نویسی هستش. بنابراین در اینجا با جابجا کردن این خطوط هیچ تغییری در عملکرد این مدار رخ نمیده. تنها عاملی که باعث میشه این سطرها ارزیابی بشن و مقدار سمت راست به مقدار سمت چپ اعمال بشه رخ دادن یک ایونت در یکی از سیگنال های سمت راست هست. در این حالت هم اگر روی یکی از سیگنال های B یا C یک ایونت رخ بده این سطر ارزیابی میشه و مقدار A آپدیت میشه و چون مقدار A آپدیت شده و تغییر کرده به این معناست که در این اساینمنت هم در سمت راست یک ایونت رخ داده و بنابراین این سطر هم بعد از این سطر ارزیابی میشه و مقدار D آپدیت میشه. بنابراین در هر دو حالت سطر اساینمنت A به D دومین سطری بود که ارزیابی میشد. چه من این سطر رو به عنوان اولین سطر کد بنویسم چه به عنوان دومین سطر کد بنویسم. خب برگردیم به مثال جمع کنندمون. توی این مثال هم دو سطر اساینمنت داریم. در سطر اول مقدار سام رو توصیف کردیم و در سطر دوم مقدار سی اوت رو توصیف کردیم. در اینجا هم این دو بخش کاملا مجزا هستند و اینکه کدومی که از این خطها رو در ابتدا بنویسیم تغییری در عمل کرده مدار نداره. تنها دلیلی که باعث میشه یکی از این خطوط ارزیابی بشن و مقدار سمت راست به مقدار سمت چپ اعمال بشه تغییر یا رخ دادن ایونت روی یکی از این سیگنال های سمت راست هستش. خب امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون در مورد این برنامه در پایین همین پست در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید و اگر از این برنامه خوشتون اومده اون رو به دوستان دیگتون هم در شبکه های اجتماعی معرفی بکنید. ممنون از توجهتون و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.